رمز قیمت انسان در چی است؟ که آفتاب و مهتاب و گل و آب و درخت و میوه، پرنده، حیوان، این کلش خدمت انسان را میکند. این انسان چی کاره است؟ موقعیتش چی است؟ و چرا رب ما این انسان را اینقدر دوست دارد که بعد به می انسان جنت جور میکند؟ و جنت هم دارای نعمت های بی نهایت بلند. ولی در این انسان چی رمزی است که حتی رب العالمین برای امی انسان رؤیت خود را نصیبش میکند؟ وقتی که این را تحلیل بکنین که رمز در کجاست، بعد میبینی که انسان مخلوقی است که صفات پروردگار عظیم توسط امی انسان تبلور پیدا میکند. صفات پروردگار عظیم توسط انسان جنبه عملیش تثبیت می شود، از این خاطر جایگاه بلند دارد. به این معنا که پروردگار عظیم ما دارای صفات است: الله غفور است، رحیم است، قهار است، منان است. این می صفات چه وقت جنبه تحقق پیدا می کند؟ که یک مخلوق باید باشد که صاحب اراده باشد، صاحب تصمیم باشد. او باید تصمیم بگیرد که به کجا می رود. او باید تصمیم بگیرد که در درون خود چی تحول را ایجاد بکند، چی تغییر را ایجاد بکند. او باید تصمیم بگیرد که آنچه که در کائنات است از این چی گونه استفاده ملموس و زیبا و درست بکند. پس وقتی می بینیم که ملائکه مخلوقی هستند که گناه نمی کند و ارادی از این هم ندارند که چی باید بکنه چی کار نکند، همیشه خیر می کند. از سنگ و چوب و حیوان صاحب اراده نیست، اونا نمی تونن تصمیم بگیرن. پس کل تصمیمات حیوانات فقط همیست که چطور بخورد و چطور شهوت جاری بکند. پس وقتی که انسان صاحب اراده شد، برای ازو الله متعال هدایت پنجگانه را می دهد. هدایت فطرت برش نصیب می کند، هدایت حواس برش نصیب می کند، هدایت عقل را نصیبش می کند، و بر علاوه از این هدایت، هدایت وحی را نصیبش می کند. که این هدایت وحی در حقیقت فوقتر و بالاتر از هدایت عقل است. به خاطر امی انسان که چگونه باید برود تا طی مراحل بکند و جایگاه خود را تثبیت بکند، برش کتاب می آید، پیغمبرها برش می آید: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد می بینیم که ارگاه امی انسان به اراده خود غلطی می کند، وقتی که غلطی می کند و این غلطی هم منشأ می گیرد که او جایگاه و مقام و صفاتی که او باید در خود تبلور میکرد و میداشت، در او صفات سستی کرده و طرف جهل و غلطی رفته است که در نتیجه پایش افتید و سقوط کرد. فورا بیدار میشود و به الله بر میگردد، میگه خدایا مرا ببخش، انت یک غلطی کردم. الله او را میبخشد. وقتی که بخشیدش، صفت غفوریت الهی عملا تحقق پیدا می کند و جایگاه خود را می گیرد. پس می بینی که غلطی می کند، چون اساسش جهل است، اساس ضعف معرفت است. الله برش حلم می کند، وقت برش می دهد. پس می بینیم که امی انسان است که این صفت را تبلور داد. امی انسان است که یگان بار اهداف بلند را تعیین می کند که باید به او برسد، در حالی که توانش و بزایش ضعیف است. الله سرش منت میگذارد، به امو خواستش آسان میرساند، زمینه برش برابر میکند. و صفت منان
در او تحقق پیدا میکند. پس امی رقم برین مر الله را نام های نیک است، هر نامش به شکل از اشکال تطبیق کنندهش و محل تطبیقش امی انسان می شود. پس اصلا وقتی که باز تحلیل بکنین خوب ببینین که در ما بین امی مخلوقات کدام مخلوق پیش الله برتر است؟ اون مخلوقی که اسما و صفات الله را زیاد بلد باشد، اسما و صفات الله را زیاد بلد باشد، زیاد علم داشته باشد. پس ملائکه برترند. چرا؟ الله را بیشتر مشناسد، معرفت به اسما و صفات الهی بیشتر دارند. انبیا برترند، انبیا علیهم السلام برترند. چرا؟ باز میبینیم که اونا چون خدا را خوب مشناسد، اسما و صفات الهی را بهتر میدانند. بعد میبینی علما برترن. چرا برترن؟ به خاطر که اسما و صفات الهی را بهتر و خوبتر میفهمند. بعد میبینی که این پیغمبرا و این ملائکه بزرگ و این علما چرا جایگاهش بلند شدن؟ زیرا معرفت است که زمینه معرفت خدا را برای مخلوق بیان میکند. پس جبرائیل امین برتر شد در ملائکه. چرا؟ او است که کتاب را آورد به پیغمبر. وقتی که کتاب را آورد، در این کتاب رمز چی بود؟ الله را معرفی میکرد، الله را به مردم معرفی میکرد. از این خاطر جایگاه جبرائیل علیه السلام بلند میرود، جایگاه رسول ما صلی الله علیه و سلم بلند است. چرا؟ به خاطر که او خدا را به ما معرفی میکند، راه های تقرب به سوی الله او به ما معرفی میکند. عین شکلش پس میبینیم که علما جایهای پرتر را پیدا میکند. چرا؟ زیرا اونها الله را به ما معرفی میکند و راه های تقرب به سوی الله را به معرفت اسما و صفاتش به معرفی میگیرد. پس یکی موضوع علم و معرفت است که در حقیقت زمینه سازی است تا که جایگاه خود را بشناسیم که ما کی هستیم. پس وقتی که خود را شناختی کاری غلط نمیکنی. وقتی که خود را شناختی جایگاه بلند می رود و هر قدر که استعداد بالا می رود به امو اندازه مجهولات بیشتر آدم مشناسد. یعنی انسانی که نمی داند، نمی فهمد که چی را طلب بکند، چی را باید بخواهد. ولی انگاه که انسان جایگاهش بلند می رود، بعد از او باز ایره می فهمد که چی را طلب بکند، اولویتش اصلی چی است، اصل آفرینشش چی است، برای چی آفریده شده است. پس عزیزان، خداوند متعال برای ما شما لطف میکند و احسان میکند، برای از اینکه در درون ما صفات خوب تحقق پیدا بکند و به اساس از او صفات جایگاهی که ما برش آفریده شدیم او جایگاه را به دست بیاریم، او را کمایی بکنیم. یگان با رب ما در یک مجلسی که فرد صالح هست در او برکت میگذارد. ارگاه شما با او نفر بشینین ملاقات بکنین، الله به یادتان میاد، الله به یادتان میاد، صفات پروردگار را به بحث میگیرد، به شرح میگیرد، خوشت میاد، اطمینان در درونت احساس میکنی و از طرف دیگری خودت هم شناسی که چقدر مشکلات داری، چقدر غلطی داری، اینی نقاط ضعفت است. گاهی پروردگار ما در مکان امی برکت را میگذارد. وقتی که شما در اون مکان بروین، با مجرد که داخل شوی الله متعال احسان کرده بر اون مکان به خاطر موتو، به خاطر موتو که در اونجا برین رابطه با الله جور میشود. شما در مسجد وارد شدین، خود به خود رابطت با الله جور می شود، زبانت به یاد الله گویا می شود، طرف قبله می شینی و ای آمدن در مسجد تو را وادار کرده که باید وضو بگیری، باید پاک بوده باشی، عطر استعمال کنی، مسواک باید بزنی و با ادب باید وارد این مکان مقدس شوی. ایجا که ششتی پس رابطه تو را بند می کنه از مخلوق، رابطه تو را با الله متعال تنظیم می کنه و منظمش می کنه.
عزیزان، یگان بار پروردگار عظیم در یک زمان امت و برکت را میگذارد. او زمان بیاید یک بار انقلاب در درونت میآید، تو را متوجه به طرف خیر میکند، تو را متوجه به طرف خیر میکند. در او زمان رب ما امی خیر را به خاطر ما و تو گذاشته است، به خاطر ما و تو گذاشته است که او زمان ما را به طرف خیر فرا میخواند، به طرف خیر فرا میخواند. پس یکی از او زمانه های بسیار متبرک و عزیز او ماه مبارک رمضان است. با مجرده که می آید در زندگی ما شما تغییر می آید، در فکر ما تغییر می آید، در اهداف ما تغییر می آید. ما آماده می شیم برای از اینکه دیگه نباید او انسان دیروز باشم. پس در چشم خود باید تغییر بیارم، در گوش خود باید تغییر بیارم، در زبان خود باید تغییر بیارم، در فکر خود باید تغییر بیارم، در برنامه زندگی خود باید تغییر بیارم. این تغییرات برای چی؟ این تغییرات فقط و فقط به خاطر امی که ما خلیفه خدا شوم در روی زمین، ما از امون مخلوقی شوم که پروردگار عظیم او را مباهات سرش میکنه. برای ملائکه میگوید که شما گفتین که امی انسان ها غلطی میکنه، این میکنه و این میکنه، اکنون میبینی که چگونه مرا میخواهد، چگونه قرب مرا میخواهد، اینقدر به من نزدیک است که هیچ کس امرایش نیست، هیچ کس. تنهاست ولی تشنه است، گرسنه است، میشتاند که دست به آب ببرد، هیچ کس سرش خبر نشود. میتاند که دست برای خوراک ببرد، هیچ کس سرش خبر نمیشود، ولی آنقدر مرا دوست دارد، آنقدر به من نزدیک است، آنقدر به من انس گرفته است که در امو تنهاییشم باز هم نمیتونه جرأت بکنه و به طرف خوراک و به طرف قضایای جنسی و به طرف آب برود. میبینی این مخلوق است. تو این مخلوق را گفته بودی؟ پس این مخلوق تغییر میخورد، این مخلوق میتونه بلند برود، این مخلوق میتونه که مسیر خود را درست بکنه و به هدفی که آفریده شده است قدم های استوار را بردارد. عزیزم، از این خاطر پروردگار عظیم برای از این که ما به اونو اهداف برسیم، به اونو اهداف برسیم، ماه مبارک را برای ما شما تعیین میکند و خود ارشاد میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، و مسلمان ها بر بالای شما روزه فرض شده است. طوری که روزه فرض شده و به امتهای گذشته هم، یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا به امروز انسانیت را خدا میخواست بالا ببرد و جایگاه برش قائل شود، جایگاه برش قائل شود. حالا میبینیم که وقتی که الله متعال برای ما شما چنین جایگاه را داده است، با تفاوت را ببین که به ما شما یک احسان دیگری را میکند، یک احسان دیگری را میکند. او احسان چی است؟ ایتو یک نامه را، ایتو یک قانون را، ایتو یک کتاب را نصیب ما میکند که این کتاب در کل قضایا تغییر میارد، قضایا عجیب. میبینیم که در شبی که نازل می شود او شب را اینقدر عزت می ده که برابرش می کنه به هزار ماه. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، من الف شهر، از هزار ماه بهترش می کند، در حالی که یک عادی شب بود. پس لیلت القدر از برکت چی شد؟ از برکت همین کتابی که به ما شما داده شده است. ماه را هم عزت می دهد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در او نازل شده است. قرآن چی می کند؟ حق را از باطل جدا می کند، وسیله بینایی تان است، سر از او روشانیش تاریکی های دلتان را دور بکنید و بزداید. پس از برکت از این کتاب شما باید عظمتش را درک بکنید. میگه بخاطر از این کتاب که شکرانیش ادا بکنی روزه بگی، دیگه هیچ کاری تو نمیتونه که جوابگو بوده باشد. شکرانی ماه مبارک رمضان که قرآن در او نازل شده است فقط و فقط صیام است، فقط و فقط روزه است. از این خاطر رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرمه که الصوم لی و انا اجزی بهی، روزه برای ماست، ما پاداش می دهم.
دیگه اعمال که ما میکنیم او را در حقیقت خود ما تثبیت میکنیم و عالم هم تثبیت میکند و ملائکه هم تثبیت میکنند. فلانه نماز خواند، پس نماز خواند دیگه، وضو گرفت، به مسجد آمد، رکوع، سجده کلش کرد، ملائکه برش نمیشه که نماز خواند. پاداش نماز چقدر شد؟ از 10 تا الی 700 شد. از 700 لا یضاعف لمن یشاء. ولی روزه خو چیزی هست که اگر هیچ کس سرش خبر نمی شود، مخلوق دیگه سرش میتونی خبرش نکنی. الله متعال میگه که روزه برای ما است، پاداشش هم من میتونم. دیگه جا میگه پاداش چی است؟ میگه من پاداشش هستم. الله میگه من پاداشش هستم. چه رقم پاداش میشه؟ این روزه به الله میگه که یا الله من شفاعتش میکنم، من شفاعتش میکنم. پس عزیزایم، حالا اگر خواسته باشیم که این روزه بر ما جایگاه بدهد، بیاین که یک چند نقطه را جدی در زندگی خود بیاریم. روزه مای تغییر است، باید ما شما تغییر بخوریم، نباید او انسانی باشیم که دیروز بودیم. ما باید یک انسان نو باشیم، یک انسان جدید باشیم، یک انسانی که خدا سرش مباهات میکند امو انسان باشیم، یک انسانی که پیغمبر علیه السلام سرش افتخار میکنه از امو امت بوده باشیم، یک انسانی که پدر و مادر سرش افتخار بکنه امو انسان شویم، یک انسانی که امسایه سرش افتخار بکنه امو انسان شویم، یک انسانی که یک مملکت اسلامی سرش افتخار بکنه امو انسان باید شویم. حالی اگر بگویم که بله ما میخوایم چون این انسان شویم، پس اول چند کار بکنیم؟ ارتباط را با الله خود جور کنیم. اول با پروردگارتان ارتباط جور کنیم. ارتباط با الله چطور جور میشود؟ اول ارتباط به این جور میشود که عزیزایم، ما عقیده خود را تجدید بکنیم، عقیده خود را تجدید بکنیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که امی ایمان مثل لباستان کنه می شود، پس تجدیدش بکنه، تجدیدش بکنه. اصحاب کرام نشسته بودند، پیغمبر ما علیه السلام فرمود که او مسلمانان از شرک دوری بگیرید، زیرا شرک پدیده بی نهایت خطرناکی است که در شب تاریک یک مرچه سیاه و سنگ سیاه برود. او را می بینی؟ نمی بینی. بنان یگان بار ناگهان واقع میشین. اصحاب کرام گفتن یا رسول الله چی کنیم که از شر از شرک خلاص شویم؟ چی کنیم؟ پیغمبر علیه السلام فرمود که بگوین اللهم اینی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا اعلم به و اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا لا اعلم به. پس خدا به الله بسپار. اول قدم چی کو؟ نگو که من هستم، بگو خدای پناه میگیرم از او عمل شرکی، فکر شرکی، حرکت شرکی که من او را فامیده ایجاد کردم، فامیده او را انجام دادم، یا الله به تو پناه میبرم. و یا بسا از کارهای شرکی و کفری را انجام داده باشم، خب من نفهمیدم انسان هستم، جاهل هستم، یا الله برم ببخش. دقیق شدین؟ پس از اینجا شروع میکنیم که خدای من میخوایم درست روزه بگیرم و ارتباط ما چه وقت با تو خراب می شود؟ انگام که در عقیده تزلزل بیاید. پس با این عمل ما در حقیقت خود را به الله مسپاریم. بعد میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. پس تجدید میکنیم ایمان خود را. همیشه باید کلمه توحید را باید بگویم، بار بار باید بگویم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله را زیاد بگوین که رستگار میشین. حضرت نوح علیه السلام برای فرزندش امی پیام میده یا بنی قل لا اله الا الله فان السماوات السبعین والارض لوضعت في كفه ولا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله. فرزندم کلمه لا اله الا الله را بیشتر بگو، زیرا اگر آسمان ها و زمین در یک پله ترازو گذاشته شود، لا اله الا الله در دیگه پلش گذاشته شود، لا اله الا گرانی میکند. پس در به تجدید این تنها نمیشود که به زبان بگم لا اله الا الله، لا اله الا را در ترجمهش فکر بکنیم. نیست معبود بر حق ذاتی که او قابل ستایش و
پرستش و عبادت باشد جز الله، جز الله، کسی دیگر قابل پرستش نیست. با این تعهد بکنیم و این را بار بار بگویم. عزیزم، ارگاه ما اول توحید را آوردیم، بعد از شرک با تمام معنا دوری بکنیم. از شرک دوری میکنیم، چه شرک خفی بوده باشد، چه شرک جلی بوده باشد. شرک خفی اقلش ریاست، از ریاکاری دور شویم. در ذکر خود، در تلاوت خود، در عبادت خود، در صدقه و انفاق خود، بس فقط و فقط. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، تنها و تنها رضای الله را بگیریم. از این خاطر اعمالی که میکنین کوشش بکنین که کسی خبر نشود، ولو که سر شما سخت هم میشود. پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که چه قضیه با خود بود که یک مؤمن به دست راستش در راه الله انفاق بکنه در حالی که دست چپش نفهمد. پس اگر ما خواسته باشیم که عملا ایمان در زندگی ما بیا، از کارهای ریایی دور شویم، کارهای ریایی را بگذاریم. چرا حال ما ریاکار هستیم؟ مگه این سوال شود؟ چرا ما ریاکار هستیم؟ چرا میخواییم که به نام ختم کارتا را تقسیم میکنیم؟ چرا این کار را میکنیم؟ یعنی قسم به خداست در مابینتان ای تو کسی هست که در این شک داشته باشه که غلط است؟ غلط نیست؟ من فکر نمیکنم که در بین شما کسی باشد و این را نفهمن که این ختمای جعلی که ما جور کردیم این صحیح نیست. کلتان میفهمین که این صحیح نیست، ولی چرا میکنی؟ زیرا تو را خوی میفهمی، را درک میکنی که اگر تو خیرات را امی برنج تا خشک، روغن تا دیگه تا ای را جمع کنی، یک خلطگک و بوجی پرتی و امت شو بری خانه یک بیوه را، خانه یک یتیم را، خانه یک معیوب را، خانه یک فقیر را، او را تو در قلباب بکنی و او را برش پرتی و برش بگوی که با من خدا و قواریت هم برش نشان ندی، بسیار لذت داره ندارد؟ خوب است یا نیست؟ از این ختمای جعلی کده خوب است یا نیست؟ های چرا این کار را نمی کنی؟ خوب میکن، خوب است، های چرا نمی کنی؟ ایمان ضعیف است، رابطه با الله ضعیف است. وقتی که با الله رابطه ضعیف شد، آنچه که دین نیست او به عنوان دین به ما تبارز میکنه، به شما جایگاه پیدا میکنه، با او خوش میشه، چون یک مخلوق ما را ستایش میکنه، یک مخلوق ما را ستایش میکنه. همین که کمک به ما سر تعظیم وارکت، از همین خوش ما میاد. این رخ بلد نیستم که او مردکا، تو میفهمی که جایگاه یک انسان پیش خدا چقدر است؟ رب پر رسول ما علیه السلام طواف میکنه، بعد به کعبه میگه که کعبه چه جایگاه بلند نزد الله داری، چه جایگاه بلند نزد الله داری. ولی قسم به ذات است که نفس مد اختیار اوست، عزت و آبروی مسلمان از تو کده محترم تر است. عزت و آبروی مسلمان از کعبه کده محترم تر است. پس تو به خیراتت میخوای یک کسی را ذلیل کنی و او بر تو سر تعظیم پایین بکنه و سایب سایب برد بگه و میخوای که با ثوابم بگیری؟ میخوای الله بر تو پاداشم بده؟ تو مخلوقی را وادار برای تعظیم کردی و برای شکستن کردی که از کعبه کده جایگاهش بلندتر است. ارگاه این تعبیر را بگیریم، بعد از او باز در زندگی کار نخواد کردین که یک نفر را عاجز بکنین، خارش بکنین، ذلیلش بکنین. این کار را باز نمی کنین، این کار را ابدا باز انجام نمی دی. بس کوشش میکنی که تنها الله بداند. ارگاه تو بخاطر ازی که یک نفر همه قم کوچک نشود و الله بر ما پاداش بدهد، این در حقیقت دلیل بر ایمان توست، دلیل بر ایمان توست. پس عزیزان، از ریاکاری باید دور شویم. و ریاکاری و خاطری میکنیم که معرفت ما به الله ضعیف است، شناخت ما به الله ضعیف است، از عقاید غلط جلوگیری کنین، از الفاظ غلط جلوگیری کنین. بگو برو بچه، خدا و سخیص صاحب پشت پناهت باشه. یعنی چی؟ تو چی میگی او برادر گل؟ تو یک بار دقیق تا فهمیدی؟ تو دیری گپ دقیق شو، تو بسیار گپ غلط زدی. یعنی اعظن الله، اگر خدا زورش نرسید بازو هم روی کمکت کنن. این کلمه را بردارین، از افعالی که در اوجا خدا خفه می شود از او دور شوین. به مخلوق سجده نکنین، به مخلوق آواز نکنین،
این پیشانی را الله انقدر با عزت آفریده است که جز به الله به کسی دیگری پایین نشود و جز به الله به کسی دیگری پایین نمیشود. پس توحید امیره میگوید و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. چیزی را میخواستی از الله بخوای، چیزی را که میخوای از الله بخوای. چرا؟ زیرا الله تو را از مادرت کده بیشترتر دوست دارد، از مادر و پدر کده تو را بیشترتر دوست دارد و از رگ گردن کده به تو نزدیک است، مسلط هم بر اوضاع است، غنی هم است، قبول میکنه دعای دعا کننده را هم. پس چرا به الله نمیری؟ چه مشکل داری که به مخلوق میری؟ تو از مخلوق میایی به خدا، چه مشکل داری؟ و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. برن از الله بخاين. و هر روز شما در نماز شما میگین الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. بار بار نمیگین اياك نعبد واياك نستعين. دیگه تو چی را شروع کردی؟ چرا خود را از خدا دور فکر میکنی؟ تو امو الله را داری که این امیال برش روزه گرفتی و انقدر او را قریب میدانی که نمیتونی او بخوری، نمیتونی نان بخوری. امو الله هست که دلت بگردد میفهمد که بندیم چی را از ما خواست، چی را برم میخواید. اما تو الله داری، مهربان، عزیز، قوی، مسلط، عالم، رؤوف، رحیم. با این شکل برو، تجدید بکو ایمانت را، تجدید بکو تعهدت را. او است، او است که ما همه کار در اختیار از اوست. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تذل من تشاء و تعز من تشاء بیدک الخیر و اذا مریضت فهو یشفین و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء. دقیق شدن عزیزم، اگر ما با آمی عقیده زندگی خود را آرسته بکنیم، والله مالا مال قلبت از محبت پر می شود، مطمئن میشی. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بس بسیار تغییر می خوره انسان. در نتیجه توحید از ذلت مبرایی، در نتیجه توحید فقر مبرئی، در نتیجه توحید از احتیاج به مخلوق مبرئی. و کار دین امی است. اسلام آمده که انسان را آزاد بکند، آزادش بکند، و قط و فقط ارتباط با الله باید محکم شود. پس عزیزان، رمضان اینو تو یک تغییر را از ما میخواهد، امیر از ما میخواهد رابطه با الله. ولی اگر بگوی که ما خود بسیار گناه کردیم، غلطی کردیم، ای کردیم، هر قدر گناه کرده باشی، هر قدر گناه کرده باشی، در ماه مبارک رمضان الله برت میبخشد. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمه که از یک رمضان تا رمضان دیگری مکفراتون، در ما برت میبخشیم. ولی با اینی عقیده، عقیده را تجدید کن، عقیده را تجدید بکن، با تواضع به الله برگرد، بگو خدایا یک انسان گناهگار دیروز که در نماز ما غلطی کردیم، در معاملات ما غلطی کردیم، در عقیده ما غلطی کردیم، در اخلاق ما غلطی کردیم، یا الله سراسر از گناه پرستم، از معصیت پرستم، با مشکل زندگی کردیم، ولی به عنوان یک بنده عاجز و بیچاره و ضعیف و ناتوان، ولی تائب، ولی تائب، ولی معترف به گناه خودش، به تو رجوع کردیم. یا الله به تو رجوع کردیم، تو مقلب القلوب هستی، قلب های من پیش تو است. یا الله تو این قلب مرا آرسته بگردان، این را درست بگردان، به طرف خیر یا الله توجهش بکن. یا الله گناه هایش برش ببخش، مورد عنایتت قرارش بده، مورد الطافت قرارش بده. با الله اما تو عاجزی بکنیم و به همین شکل برگردیم. میدانین عزیزم، هر گناه داشته باشین الله براتون عفوش میکند، هر گناه داشته باشی این فکر نکنی که نمیبخشه الله، الله میبخشد، فقط از تو توبه را میخواهد.
از تو بازگشت را میخواهد، از تو این را میخواهد که تو اعتراف بکنی که من غلطی کردم. امیر از تو میخواهد. عزیزایم، ارگا ما از نظر عقیده درست شدیم، عقیده ما درست شد، بعد از او ارتباط با الله تنظیم می شود، بعد از او ارتباط با خدا محکم می شود، بعد از او خداوند متعال در دل تو خوشی را میارد. حالا این خوشی را و این عقیده را و این اطمینان را شما باید حفظ بکنید. چگونه حفظش می کنی؟ چگونه این قوت را حفظ می کنی؟ این خوشی و اطمینان را چگونه نگاه می کنی؟ این محبتت که با الله پیدا شده است، این چطور حفظ میکنی؟ اکنون رمضان یک تغییر دیگه برای تو میاره، میگه رابطه تا با خودت جور کن. با خدا که رابطه خراب شد، با خودت هم خراب است. با خودت چرا خراب است؟ زیر یک سلسله صفات را که تو به مخلوق بد میبینی، اگر او را در درون خودت آوردی، خودت هم بد میبینی. پس تو دروغگوی را بد میبینی. کدامتان هستن که بگه من دروغگوی دوست دارم؟ نه، فطرت انسان از دروغگوی فرار میکند. پس اگر تو میخوایی که خودت دوست داشته باشی، پس دروغ نگو. اگر دروغ گفتی، اول خودت بد میبینی، که خودت بی شخصیت میشی، قیمت خودت با دروغ گفتن پیش خودت دور پس هیچ ارزش نداری پیش خودت. درست است شاید مردم به تو احترام بکنند، ولی تو خود خوب میفهمی که تو دروغگوی هستی. بنان هرگاه که اونا برات میگه صاحب، مولوی صاحب، آجی صاحب، فلانه صاحب، تو بسیار خوب آدم هستی، میگه نه نه که خوب آدم هستم، که دروغ میگم. عزیزایم، خائن شما دوست ندارین، دوست در دوست ندارین. کسی که فحش میگه، زبان غلط استعمال میگه، او را دوست ندارین. پس ارگاه خودت این کار را بکنی چطور میشود؟ خودت هم دوست نداری، خودت هم جایگاهت پیشت خورده است. الله متعال دشمنی را در درون خودت پیدا کرده است، در درون خودت پیدا کرده است. این مشکل ماست. پس ارگاه ارتباط با خودت توسط صفات ذمیمه تخریب شود، جایگاه خودت مفته. پس برگردین به صفات خوب. یک تعهد میکنیم که دیگه ما دروغ نمیگیم، دیگه ما امانت را خیانت نمی کنیم، دیگه زبان بد و زشت را دیگه استعمال نمی کنیم، ابد این کار را نمی کنیم. ما به این طرف باید برگردیم. پس روزه ی روزدار چه وقت است؟ پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کسی که سخن زشت را، فحش را، غلط را ترک نمی کند، الله میگه به نخوردن و نوشیدن ضرورت ندارد. روزه خوب برای عزیز که تو از نظر اخلاق جور بکند، ظرفیت های اخلاقی تا بلند ببرد، تو را امین بکنه، صادق بکنه، عفیف بکنه، صالحت بکنه. در تو که تغییر نیامد یعنی چی؟ این دیگه نکته ای است که ما در رمضان و به خاطر صیام در فکر ما باید باشه، از خود ما پرسان بکنیم که او ظرفیت های اخلاقی تغییر خورده نخورده. در خانه میری؟ آیا با تبسم میری؟ در خانه میری، خانمت، اولادت، دخترت، بچه تو را چی رقم استقبال میکنن؟ ارگه اونها آغوش خود را باز کرد و با لبخند تو استقبالش کردی و اونها لبخند دادی، تو مؤمن هستی، تو واقعا مسلمان هستی. ارگه تو در خانه رفتی و جبینت کنج بود، در اوجا اونها را ترس دادی، وحشت دادی، از آمدنت اونها ترسیدن و آمدنت را خوش نکردن، تو صحیح مسلمان نیستی، ولو که در صف اول بشینی، ولی که تسبیحات دراز بکنی، هیچ جایگاه نداری. زیرا نزدیکترین کسی که خانه تست تو را دوست ندارد. پس روزه امیست که تو خود ایتو پل بسازی که همه گی تو را استقبال بکند، با آمدنت خوش شود، با مجلست خوش شود. روزه این تغییره باید بیارن، این سرشپه تغییره نبیارن که من نسوار میزنم که تو من نزدیک نشوین. بعد میکنین اثار میزنیم، بسیار چیز خراب و مردار است.
او سپرده این مردار چیز را. گنده است، دهنت گنده میکنه، مرض برات میته، دهنت بوی میته. رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه لولا انا شق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء و صلات. اگه با امتم سخت تمام نمیشد، ما براش دستور میدادم هر بار که وضو میگیرد و هر بار که به نماز ایستاده میشود باید مسواک را استعمال کند، باید مسواک را استعمال کند. ولی تو بدنت نصاره مندازی، ای چه این مردار گنده را، باز خوش هم هستی؟ خوش کنی رمضان است که تو ما غرض نگیرین، که عملی است. چیزای گنده را ترک بکنه، این ناروا هست، ناروا هست، گناه هست. عزیزایم، ما در خانه باید استقبال شویم. ارگا در خانه استقبال نشدی، خوب مسلمان نیستی. صحیح شد؟ پس در خانه تغییر بیاره. به تغییر خودتان در خانه تغییر بیاره. باید در محیط تغییر بیاره. هر کس شما را باید دوست داشته باشه. مسلمان باید هر کس دوست داشته باشه. هیچ کس از پیش فرار نکنه. و هر قدر مردم شما را دوست داشته باش، پیش خدا هم جایگاه داری. پیش خدا هم جایگاه داری. ارگو از نظر اخلاقی جور شدیم، بعد از او از نظر عملی جور شویم. از نظر عملی، از نظر عملی چه دو جور شویم؟ باز از خانه شروع کنیم، در خانه کمک بکنیم. یعنی ما یکان بار رواجایی را میبینیم جالب است. به طور مثال میری وضو میکنی، امی اوه خب به ما تیار کنی. و برادر گلم وضو را خودت میکنی، اوه هم دیدی، خب بخی وضو بگی دیگه. ولی او را هم سر خانم دستور میتی، بخی اوه تیار کن. تغییر بیار در زندگی، در رمضان تغییر را میارد. برو خودت، برای خودت وضو بگی. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرن که بهترین شوهر کیست؟ خوب شوهر کیست؟ میگه خودش بخیزد وضو بگیرد، باز بیاید خانمش با محبت بلند بکند و اوام برش تیار کرده باشد و بگه که اوام تیار کردیم، برو وضو بگی، یک دو رکعت نماز ارضی ما بخونه. این بهترین شوهر است. پیغمبر میگه این خوب شوهر است. پیغمبر نمیگه سرچپیش است. تیز بر ما با او حضور تیار کن. ما به اندازه ضعیف هستیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم داخل خانه که میشد با هر چیز جایش تیار بود. بود در کجا باید بگذارد؟ به اسلام چادر خود کجا باید بگذارد؟ لنگوی خود کجا باید بگذارد؟ شانه خود کجا باید بگذارد؟ کلش تیار کرده بود. و کالای خود خودش هم جایی که خراب میشد را خودش مبارک میدوخت. ما این کل کار را سر دیگران میکنیم. بوتای ما را برس کنین، کالای ما را وتو بکنین، همه کار را حتی باور به خدا بکنین. خود ما میخیزیم مندازیم، خود را خواب میکنیم. کمپل که کمپل از همون را پس قات نمیکنیم، در جایش نمیمانیم. ایرم باید زن بیاید، ایرم بر ما وردارم و خوش هم داریم که ما آقا هستیم. بالشت خود ما چپه کردیم، سر سرت موندیم که خیستی اما تو میری، میره وردار پس در جایش بگذار. یعنی معنای چی؟ که یک روزدار در خانه همکاری میکنه، در خانه مساعدت میکنه. هر قدر که مساعدت کردی، خانم تو را ببینه که این کار کرد، از تای دل بر دعا میکنه و بر لبخند میزند. لبخند خانم تو را یک بار آرام میکنه و خوشی به دلت میاره. اما تاسه نیست، چی کار را باید بکنیم؟ رمضان امیر قم ما شما را وادار میکنه به طرف خوبی، اخلاق عملی را برای ما شما در زندگی میده. بعد بیرون میریم، بیرون که خود میرم تو خوشوقت، بس بولانی را در دستت بان، یک دو خرما را در دستت بان، هر کسی که تیر میشه برادر عزیزم امرای ما افطار بکن، نمیکنی خیر چیز بگی کدت برو. به این شکل از خود نشان بتین، انفاق در راه خداوند متعال، هدیه برای مسلمان، این کار را باید بکنیم. روابط عملیتان با مخلوق خدا تنظیم بکنیم. خوب متوجه بوده باش، ما دو نوع افراد داریم. یک سلسله افراد داریم بی نهایت صالح، خوب، دیندار، متقی، تو میفهمی او را که خوب آدم است. رسول ما علیه السلام میگه تهادو تهابو، هدیه بتین تا محبتتان محکم شود.
پس یک چیز را تیار بکن، یک میوه را بگی، یک چاکلیت بگی، برو در خانه امو نفر و برش بگو که یک چند قامت ممرایت ششتم و خواستم که از مجلست فیض بگیرم و یک هدیه برش ببر. او را که برش برد او در حق دعا میکنه، روزه به دهنش است، نفری با تقوا است و برای تو چی میگه؟ برو الله متعال در دنیا و آخرت کامیابت بکنه. سبحان الله، با یک چاکلیت در مفتی که دعا میگیری کارا بکو. پس برو در خانه انسانهای صالح امرایش بشین چند دقیقه و دری خیر است، دری خیر است. پیش مریض برو، فلانه مریض است، امید داره مریض، اوجا برو یک دانه چاکلیت برش ببر، یک دانه کیله برش ببر، اوجا برش بشین، برش بگو آمدم پرسانت بکنم، انشاءالله که صحت مند بوده باشی. هرگاه که ایره برش بگوی او در حق دعا میکنه و دعای مریض قبول میشود. عزیزم دعای مریض قبول میشود، این کار باید بکنیم. امی رقم باید برویم در خانه همشریت برو، خانه امید برو، خانه کاکایت برو، اقاربتو ببین، در خانهش برو سر بزن و پرسانش بکو و نشان بده که یک روزدار یعنی کی، یعنی انت یک مسلمانه که یک چیزی دارد. ما ارگاه با مخلوق خدا روابط خود را دوست بکنیم و منظمش بکنیم و دقیقش بکنیم، باز مردم از روزه فرار نمی کنند. مردم روزه را می گیره زیرا ما را می بینه که تغییر خورده، در جامعه تغییر آمده، در زندگی تغییر آمده، خانم می دانه شوهر تغییر خورده، پدر می دانه که بچه تغییر خورده، بچه می دانه پدر تغییر خورده، همگی به طرف خیر میره. پس رمضان را همیشه که به استقبالش خوب میکنیم، میگم الحمدلله رمضان میاد، صحیح شد، این کار را باید بکنیم. پس ارتباط با خودم جور شد، با مخلوق هم جور شد، با الله هم جور شد. اکنون که تو روزه میگیری، رسول ما صلی الله علیه و سلم چی میفرمه؟ الصیام لی و انا اجزی به. آلی روزه را برای ما گرفته، پاداششم هیچ مخلوق تثبیت کرده نمیتونه، او را خودم تعیین میکنم. الله میگه پاداششم ما تعیین میکنم. باز میبینی که در روز قیامت که خیستی روزه بگه مستقیم جنت برو، اونو دروازه ایت است. چرا؟ رسول علیه السلام میفرمه که جنت 8 دروازه دارد، یک دروازش به نام ریان است، لا يدخل منه الا الصائمون، فقط روزدارا از او دروازه داخل میشود. مبارکت باشه برادر عزیز، شما هستین که دروازه برویتان باز میشود، زیرا ایمان به خدا شما را در اینجا آورد، ایمان به الله شما را وقت داد که اینجا باید بشینی، غیر از او میتونستی که نبیایی. پس امی عقیده داشته باش، به با این باور داشته باش که انشاءالله العزیز او دروازه برای ما شما باز میشود، الله به لطف کرمش باز بکند و الله در دل ما شما، در عقیده ما شما، در فکر ما شما این تغییر را که تغییر مثبت است او را الله ایجاد بکند. پس این کار ما بکنیم، به این شکل باید تغییر بخوریم و روزه را وقت استقبالش به این شکل شد، از او به بعد با چشم ما، گوش ما، فکر ما، زبان ما، همه و همه به طرف خیر می رود. اول خیرش چیست؟ نماز. نماز را با جماعت می خوانیم، به قلب ما به طرف مسجد شتاب می کند، حالا باید به طرف مسجد بریم. فورا در دل ما می گره که قرآن یاد داریم، قرآن باید بخوانیم، قرآن باید بخوانیم، به او متوجه میشیم. فورا به کار بودیم، ذکر الله را میکنیم، استغفار میگیم، تحمید میگیم، تسبیح میگیم، تحلیل میکنیم، ذکر الله را بیشتر میکنیم. بعد وقتی که هر قدر که ذکر الله بیشتر شد، تلاوت قرآن بیشتر شد، ایمان بالا میرود. ایمان که بالا برود شیطان فرار میکند، دیگه شیطان مایوس میشود، دیگه تشویش بر ما ایجاد نمیتونه بکنه، دیگه ما نمیتونه ما را چپه بکنه، بلکه ما استوار و استوارتر میشیم، قوی و قویتر میشیم. از این خاطر اصحاب کرام میگفتن که خدایا ما را بر رمضان سالم نگه بدار و رمضان با ما سالم بگردان. 6 ماه بعد امیر میگفتن که خدایا این موهبتی که نصیب ما کردی در رمضان از قوت ایمان و معرفت، یا الله ایره به ما حفظ بگردان. پس ما آلی بیاین از خود ما پرسان بکنیم که این تغییرات چقدر زندگی خدا آورده. اگر نیاورده باش از امی لحظه فیصله میکنیم، از امی لحظه
از امی لحظه فیصله میکنیم که ولی سجده میکردیم سبحان ربی الاعلا ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی سبحان ربی الاعلا ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی یا الله مرا ببخش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سراسر ذکر الله متعال باید وجودتان را بگیرد و نماز امروز که شما عالی میخوانیم این باید در زندگی ما تغییر بیارد و ما باید احساس بکنیم که این نماز جمعه ما با نماز جمعه دیگه فرق میکنه امیر احساس باید بکنیم ما لامال از سجده باید لذت ببرین از سجده باید لذت ببرین از رکوع باید لذت ببرین از ایستادن به حضور الله متعال باید لذت ببرین همین تغییر باید بیاید و ما یقین داریم که این امیالی که گفتی که بله ما عقیده خودت تجدید کردم به صفات خوب رو میارم تعهد میکنم که زبان خدا به یاد تو یا الله تر داشته میباشم نماز تو باز تغییر است باز شما عملا ببینی که از این نماز امروزتان لذت مقبول میگیرین باز از نماز دیگرتان لذت مقبولتر میگیرین از روزیتان سبحان الله من نمیتون دیگه بگم که امو امروز که شما بعد از این تعهد و روزه را افطار میکنی میفهمی به چی لذت افطار خواد کردی؟ چقدر مزه خواد داشت؟ چقدر سراسر وجود از خوشی مال اعمال پر خواد بود؟ این کلش از برکت تغییری است که توسط ماه مبارک رمضان برای ما میاد که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چرا؟ لعلکم تتقون لعلکم تتقون تتقون میگه معنا چیست؟ معنا ایسته که تو دارای یک منزلت و مقام هستی تقوا خود را نگه کردن از سقوط است خود را نگاه کردن از سقوط است یعنی مسلمان جایگاه بلند دارد رمضان ای را نگاه میکن از ای که بیفتد از ای که بیفتد از چی بیفتد؟ از اون مقام که خداوند متعال برش تعیین کرده بود و اون مقام بود که بخاطرش کل کائنات آفریده شد کل کائنات به خاطر امو گب بود تو خود را نگاه میکنی از معصیت تا او مقامی که الله برات داده او را حفظ بکنی الله متعال ای توفیق را برای ما و شما عنایت بکنه که این مقام بزرگ را حفظ بکنیم عزیزایم گپ اخیری ما ایسته که خداوند متعال انسانی که در راه الله انفاق میکنه دوستش دارد رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کسی که در راه خداوند متعال انفاق می کند باید بداند که مالش کم نمی شود ما نقص مال بصدقه مال به صدقه کم نمی شود بلکه مال چی می شود؟ زیاد می شود انما الصدقات تطفئ غضب الرب و میت السوء صدقات چی می کند؟ بد مرگ را از تو دور می کند بعد مرگ چی است؟ بعد مرگ همی است که تو روان هستی گرز کرده میگه بم افتی سکته قلب کرد و آماده برای توبه نبودی برای پذیرش نبودی در کدام فکر دیگری بودی او بعد مرگ است الله میگه از بعد مرگ نجاتت میدم انما صدقات تطفئ غضب الرب مصیبت به طرفت میآید الله او مصیبت را چی میکنه؟ نگاه میدارد این ثواب صدقه شد از طرف دیگر رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که افطار بدهد صائم روزدار را خداوند متعال پاداش امو صائم روزدار را برای ازی مردکه که انفاق در راه خدا کرده به او عطا می کند پس او مسلمانی که نماز خوانده قرآن خوانده ذکر کرده روزه گرفته الله پاداش های از او را به تو هم می ده بدون از او که از او کم شود بدون از او که از او کم شود بناهن حالا ما و تو باید تلاش بکنیم که در راه خداوند متعال انفاق بکنیم و جدی باید داری بوده باشیم کمک باید بکنیم بعد بهترین انفاق کدام انفاق بود که تو نفهمی که به کی دادم بهترین انفاق کدام انفاق بود که تو به اقاربت بدی و قصیت و کس خبرم نشود پس در این ماه انفاق فی سبیل الله هست بیاد زیاد زیاد انفاق بکنید زیاد زیاد کوشش بکنید در راه الله متعال عطا بکنید
و یکی از وجائب و مسئولیت و مکلفیت شرعی ما شماست. خداوند متعال توفیق را برای ما شما عنایت بکند. خداوند متعال شما را در کار خیر داخل میکند و روزیتان رب العالمین قبول میکند. باور به داشته باشین که ما خو از نظر اعمال ضعیف هستیم، ولی هرگاه کمک ما به یک مسلمان برسد، او در حق ما دعا بکن که خدا تو خیر نصیبش بگردان. الله خیر در عقیده ما میته، در اخلاق ما میته، در اعمال ما میته و در کار ما میته. پس انفاق را بیشتر بکنیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، پیغمبر جوادترین مردم بود، بسیار زیاد جواد بود. یعنی ایتون آنقدر جواد که یکی از روزها یک کسی برش یک چپن بسیار مقبول را جور کرده بود و ای را آورد به رسول علیه السلام داد که پیغمبر خدا ای را بپوش. اصحاب کرام میگه ای چپنه که به پیغمبر خدا آورد، ما اینقدر خوش شدیم که خوب شد، حالی ما یهود و نصارا یکان دفعه وفودش میایه، امی پیغمبر علیه السلام یک لباس مقبول خوب از جانش باشه. امیره که در جانش کرد، گفت یک صحابی دست خدا بلند کرد، یا رسول امور خدا ما بده. گفت پیغمبر خدا فوراً کشیدش برش داد. گفت ما هم تبلغ ابلغ که برسه کردیم که تو چی کاری کردی؟ گفت که والله از این قبر زیاد میترسم، این از این خاطر گرفتم که در امی مرا کفن بتن، از این خاطری را گرفتم. عزیزایم باز چی میگه پیغمبر علیه؟ حضرت عایشه میگه انا رسول الله اجود الناس، پیغمبر جوادترین مردم بود، جوادترین مردم. ولی ماه مبارک رمضان که میرسی، میگه چنان جود و سخا داشت که ریح المرسله مثل باد تیز میوزید، مثل باد تیز میوزید. حالی بگوین که پیغمبر علیه السلام، حضرت عایشه ایتو یک مثال میده، پیغمبر از نظر جود و کرمش مثل باد تیز میوزید. یعنی چی؟ مفهوم از این حدیث ای است که ما در ایام غیر رمضان که انفاق میکنیم، کمک فکر میکنیم که همین پیسه را به اصلاح به مستحقش بدیم. دقیق شدین؟ سپشت ازی میگردیم به مستحقش بدیم. در رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند باد اتو میوزید که بوزه سر هر چی که پیش رویش آمد میخوره. پیش رویش غنی میآید، پیش روی زن میاد، پیش رویش قومش میاد، پیش روی هر کسی که پیش رویش آمد میزه سرش. پیغمبر در رمضان هم تو بود، امی هر کسی که میدید در رای الله انفاق میکرد. انشالله گفت حدیث فهمیدین؟ کان رسول الله اجود الناس، پیغمبر جوادترین مردم بود، در رمضان از باد تند تیز میوزید. یعنی در رمضان این کار نمیکرد که تو باش فلانه مستحق است، نیست، بلکه میداد. شما هم در رمضان امت کار بکنید، پشت از این نگردین که فلانه چطور از دستانه چطور است، در رای الله بتین. ایتو نگو والا در مسجد بتین، مسجد به اهلش میرسه نمیرم، بتین در مسجد، مسجد را امتو پر بکنین از مواد خوراکی که خوب بخورین، بعد از با فقرا بگیره به برشت خانش، امت کار بکنین. یعنی نگاه بکنین رمضان را با انفاق فی سبیل الله، تحریزش بتین با انفاق فی سبیل الله و خداوند متعال برای ما شما این توفیق را عنایت بکند. رمضان باید سبب شود که فقر را پایین بکنیم. لقمنان واقعی در سر دسترخوان هر یتیم و غریب و بیوه و یتیم و معصوم باید بوده باشد و این نمی شود مگر اینکه کل ما شما تغییر بخوریم. عزیزم خوب این را بفهمین که انتظار از این را نکشین که والا ما خو فقیر هستم باید بگیرم. نه، تو فقیر هم هستی در رای الله بتی. قسم به خداست یک رپر بتی الله در رپر اقلا در دنیا برات میده. انفاق فی سبیل الله رو کلتان بکنین، پشت از این نگردین که من ندارم، همتان به اندازی وسط بتی، بلکل تفاوت میکند. یک نفر میلیارد در است، او اگر در رپر میده خداوند متعال رو سرش محاسبه میکند، ولی یک نفر مامور است بیچاره کل عایدش 5000 پم نیست، اگر او یک رپر در رای الله میده ولی با محبت میده، الله متعال از سر لک ها رو به حساب میکنه. پس بیاین کل ما شما در این انفاق همکاری بکنیم، کل ما باید صدقه بدیم و کل ما یک دیگر را حمایت بکنیم. در اخیر میگم که بهترین اوقات دعا در رمضان است و بهترین وقتش هم افطار است. پس شما در افطار که رفتین
لطفاً کلتان آرام بشین یک 5-10 دقیقه که مان به نمازان و از سوره مبارکه فاتحه را بخوانین، 3 بار قل هو الله احد را بخوانین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس را بخوانین، درود به پیغمبر علیه الصلاه و السلام بخوانین، دستکایتان را بلند بکنین و بگوین که خدایا از دست ما قمقمی آمد که چیزی را نخوردم، چیزی را ننوشیدم، به اندازه توانم کوشش کردم از شهوات دور باشم، ولی ما خب بازم انسان هستم، مشکل دارم. خدا تو خوب میدانی، یا الله امی عادت مرا به عبادت تبدیل بکن، عادت مرا به عبادت تبدیل بکن، قلب مرا صالح بگردان، از معنویات رمضان مرا محروم مگردان. رب تو ذات کریم هستی، عطایت بسیار زیاد است، در این عطایت امی من مظلوم رام ببخش، اما گناهکار رام ببخش، مرام به لطف کرامت از جمله کسای بگردان که از آتش دوزخ گردنش خلاص شده است. یا الله ما رزو بگردن. بعد دعا کنیم که خدایا این کشور ما بسیار مظلوم شده، این ملت بی نهایت مظلوم است، این ملت همیشه درد دارد، درد فقر اینا دارد، درد نفاق اینا دارد، درد جنجال و کشمکش و ناامنی اینا دارد، درد حکام فاسد و رذیل اینا دارد. یا الله همه چیز پیش تو است، در کشور ما امن بیار، در کشور ما امن بیار، بی اتفاقی را ختم بگردان. یا الله در کشور ما رخا و سعادت را نصیب بگردان، از این فقر ما را خلاص بکو، از این بی اتفاقی ما را خلاص بکو، ما را ملت عزیز بگردان که سر کشور خود افتخار کنیم، سر دین خود افتخار کنیم، با ما یک جا بودن با ملت خود افتخار بکنیم. این دعاها را در حق ملتان بکنین و این مسئولیت شرعی فرد ما شماست که ایران را دیده نگیرین. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين استغفر الله العلي العظيم. ایران باید نگفته نمانیم که وقتی که در افغانستان اشغال امریکا صورت گرفت، ما بر ازی فکر بودیم که چگونه میتونیم که حداقل نسل جوان را توجیه کنیم. باز الحمدلله که دروس را آغاز کردیم، در مساجد دورات تفسیر را آغاز کردیم و پیمان پرودکشن که جوان عزیز ما استاد مجیب همراه ما بود در درس ها در حلقات و بنیاد پیمان فلم را گذاشت، ولی لله الحمد و المنه که تانست پیام ما را و درس های ما را تفاسیر ما را و تا به امروز خطبه های ما را ثبت بکنه و همین چیزی که شما الحمدلله در دنیا میگیرین کلش از این طریق برای شما داده میشود. خداوند مطالبه از جوانیشان برکت نازل بکنه، رب العالمین توفیق مزید را برشان عنایت بکنه و ما امیر باورمند هستیم که اگر ما کمک بکنیم و این پرودکشن را تقویت بکنیم و بخش نشراتی از ایران حمایت بکنیم، امیدوار هستیم که خدمات بس ارزنده و خوبتر را انشاءالله برای کشور ما داشته باشد. خداوند مطالبه شما را توفیق عنایت بکنه که همتو مراکز را حمایت مالی و حمایت جانی و فکری داشته باشیم و جزاکم الله خیرا.